رسانه اینترنتی دیبا مووی با افتخار تقدیم می کند. بیگانه، مدیر دوبلاژ اشکان صادقی، ضبط شده در استودیو آوای دنیای خیال با همکاری گروه دوبلاژ آوای نوین هنر. خوشت میاد؟ آره. من باید برم، بابام اینجاست. باشه، امشب میبینم. این همون لباس دوستش داری؟ باید عجله کنیم، همه دارن میرن، فقط دوتا از سایز من مونده. بیچون بابا بریم دیگه. کی باشه آشنا میشم؟ اسمش چپیه، از اعضای تیم فوتبالو خیلی چپی. وقتی برای مراسم اومد دنبالم باش آشنا میشی. قبلش چی؟ قبلش هیچی. نمیشه یکم سریعتر بری؟ شخصا خودش داره با ماشین میبره به مراسم؟ یه لیموزین اجاره کرده. پس خودش داره نمیبره؟ لیموزین راننده داره. پس دست از نگرانی بردار. لباس قشنگه، حتما خیلی خوشگل میشی. دلم میخواد تو ازش خوشت بیاد. نه نه نه، صبر کن تا ماشین پارک. همه داخل مغازن. فن، حواست باشه از خیابون رد میشی. چه کار داری میکنی؟ نشه مترو ایان بودم. خب گوش کن، یه چنان عملیاتی از آیاره همین الان که بمب و جلوی بانک اوبیتی در نایتس بریج منفجر کرده اسم رمز کوبروسه. بانکای بریتانیا الان هدف اصلی آیاره این بمب گذاری ها تا زمان که مؤسسات مالی جنایتکار بریتانیا به حمایت از اشغال غیرقانونی ایرلند شمالی پا فشاری کنن ادامه پیدا میکنه. یه بمب الان منفجر شده تو بانک اوبیتی تو نایس بریج. گروه آیاره الان تماس گرفتن و مسئولیتشو به عهده گرفتن. اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟ نمیدونم، اسمشون رو تا الان نشنیدم. اینجوری پیمان صلح حسابی زیر سوال میره. گوش کنی، همین الان یه بانک تو نایس بریج بمب گذاری شده. یه گروه که خودشون رو آی آر ای اصلی معرفی کردن الان تماس گرفتن. میخوام بدونم اینا کیان و کی هدایتشون میکنه. همون ارتش جمهوری خواه ایرلند یا یه چیز دیگه است؟ داعش، القاعده؟ منتظر چی هستی؟ برو اونجا.
از تعدادی مقامات پلیس در رابطه با تعداد کشته شده ها و زخمی های فعلی سوال کردیم. اونا هم جواب درستی بهمون ندادن. چند نفر؟ زخم چند نفر آوردم؟ تا حالا 12 تا کشته و 3 برابرش هم زخمی داشتم. مرکز این انفجار در شعبه بانک OBT در خیابان نایتس بریج بوده. اعلام خطری صورت نگرفته و پلیس کاملا عجب افتضاحی شده. مشکلی پیش اومده؟ نه. ور را بیفتیم. اول عادیش اینه. الان همه پلیسا دارن تو هتل‌ها و خونه‌ها دنبال ایرلندیا می‌گردن. اینجا امنه، البته تا وقتی توش بمونی. Destruction of government property? Absolutely. Too bad. What's the time? Almost 8. 10 more minutes. Yeah. I'll miss my flight. Let's stay here. Door locked. Blinds down. Room service for a week. Sound good? And your work, Deputy Minister? An acute case of food poisoning. You need to work on your excuses, darling. یا خدا، گروه آیارایی توی لندن بمب‌گذاری کرده، کلی آدم کشته و زخمی شدن. جان خدای من، لیام نصف دنیا میخوان پیدات کنن. اصلا خبر داری؟ آره شنیدم. چند ساعتی میشه دارم شماره چو میگیرم. کجا بودی؟ جلسه؟ آره. دیشب چطور؟ نیومدی خونه؟ نگران بودم. دیر اومدم، زودم رفتم. کل کار رو سرم ریخته. ولی تخت که دست نخورده بود. کی گفت خوابیدم؟ دست بردار لیا. صادقانه بگو که خونه نیومدی. حالا اگه نیومده باشم چی؟ ببین، کل کار رو سرم ریخته باشه. پس منتظرم نباش و نگرانم هم نباش. یک شنبه 20 سالگرده فوت برادر منه. سنت ماری مراسم براش گرفته، پس میخوام که تو هم به بس میگم توی تقویم بنویسه باشه، بعدا صحبت میکنی. خدایی
بله، متوجه ضرورت اقدام ضروری هستم، اما تا زمانی که طرف حسابمون رو شناسایی نکرده باشیم کار زیادی ازمون ساخته نیست. لیام، تو کاملا در جریان قضیه هستی، ما روت حساب میکنیم، هر کاری که میتونی انجام بدی بده، هر کاری که باشه میتونه کمک بزرگی باشه. الان با شورا جلسه دارم، تمام تلاشامو میکنم تا ببینم چی گیرم میاد. ولی کیت، این کار سختیه. الان 19 ساله که روی این قضیه سرپوش گذاشتیم، ولی اعضای تازه به دوران رسیده ای بین مقامات هستن که فشار میارن تا اوضاع به شکل قبل برگرده. از یه چیزی میشه استفاده کرد. امیدوارم که گرفته باشی چی میگم. عفو سلطنتی؟ فهرست تو یادمه، 40 فراری. باز اون موضوع رو پیش کشیدی؟ برادر زادم تو اون فهرسته. اون که حتی به جرائم شبه نظامی محکوم نشد. این آدما به خیلی چیزا مظنون هستن، از جمله قتل. در حال حاضر این آدما برای حفظ صلح حیاتی هستن. چند تا افنامه که مسئله کوچیکیه. صداشو در نمیاری. بدونم درستش میکنی، این آزادیو بهم میده که افراد به خصوصی و در قبال این قضیه تحت فشار قرار بدن. به عنوان معاون نخست وزیر ایرلند شرافتمندانه به دولت بریتانیا خدمت کردی که گاهی اوقات آسون نبود، ولی مصالحه کار خطرناکیه. موضوعی که میگی داستانش طولانیه. اگه الان در نظر گرفته بشه نشونه ای مصالحه است. من فقط یه چیزی میخوام کیت. اعضای تازه وارد من تا به حال خون و خونریزی رو تجربه نکردن. من سعی دارم اوضاع رو کنترل کنم. فقط همین مسئله کوچیک میمونه که متفاوتش میکنه. ببینم چی میشه. ولی اول یه چیزی میخوام. یه چیز واقعی. فهمیدم. کسی اینجا نیست؟ مغازه بسته است. ساعت 12 باز میکنیم. دنبال صاحب مغازه میگردیم، آقای کوئن ماین. کوئن؟ طبقه بالا. توی محل حادثه پیدا شدن. زیاد از جسد دخترتون دور نبودن. میتونید تایید کنید که اینو برای اونه؟ چه کسی این کارو کرد؟ در حال حاضر اطلاع نداریم قربان، ولی قراره پیداش کنیم. چرا دختر ما؟ کسی هست که باهاش تماس بگیریم تا بیاد و کنار شما بمونه آقای کوئن؟ دیگه خانواده ای ندارم. این بمب‌گذارا رو دستگیر میکنه؟ حتما. مجازات میشه؟ بله حتما همینطوره. با اجازت اون مادی که میری. صبح بخیر هیو، ممنون که اومد. خیلی وقت ندیدمت لیام. واقعا همینطوره. بفرمایید بشینیم. منتظر تیم بگو هیو. بشنین تا بگم. کسی میدونه این آیاره ای اصلی کیه؟ اصلا جزء ارتش جمهوری خواه ایلند هستن؟ چند تا تازه به دوران رسیدن یا کلن یه چیز دیگه ای هستن؟ دارن تلاش میکنن هرچی که تا یه 19 سال گذشته به دست آوردیم و زیر سوال ببرن. خب این تو کت من نمیره. اونا طرف مردمی که خشونت رو نمیپسندن حمایت نمیشن. ما متعهدیم که یار این مردم باشیم و به هر قیمتی که شده از پیمان صلح حفاظت کنیم. با من موافقین یا نه؟ مقامات جوانتر هوای اونا رو دارن. کله خرن. کله خرایی که نه چیزی به دهنشون میاد و نه چیزی میدونن. تو هم یکی از اون کله خرا بودی لیام. آره، اما خیلی وقت پیش، زمانی که چاره‌ای جز این نبود و چیزی نصیب اون کرد، گورای بیشتری که نمیخوام به یاد بیارم. تعداد کشته‌های غیر نظامی این حادثه شبیه به اوماقه. این غیر قابل قبوله. هر زمان هر کجا. فکر میکنی بمب‌گذارا ارتباطی با مقامات دارن؟ بریتانیا یا بمب رو شناسایی کردن. سمتکس ساخت جمهوری چک. تو سیستم ما از اسم رمزمون استفاده کردن. این یعنی که یه رابط تو فرماندهیمون دارن. شایدم یه نفر توی این اتاق.
سعی دارن بینمون تفرقه بندازن. بریتانیایی ها رو دوباره به خیابون بفرستن و قشقرق بپا کنن. خب این توی کت من نمیره. میخوام تمام زاغاهای مهمات اینجا و خارج کشور به صورت کامل بررسی بشن. دستوراتش هم گرفته شده. سلاح سمتکس تمام این مزخرفات. جدی میگی؟ هیچ وقت تا به حال اینقدر جدی نبودم پتی. بررسیشو میکنیم و اگه چیزی کم و کسر شده باشه میریم دنبال کسایی که از محلشون خبر داشتن و بعدش هم بین خودمون حلش میکنیم. مگه اینکه کسی ایده بهتری داشته باشه؟ به جاش چی گیرمو میاد؟ سول خیلی بده برندن، به اندازه کافی بهاشو خانوادت بخون ندادن. پس تا وقتی که بخواین تمام داراییامونو نابود کنین، من به حمایت و احترام کامل شما احتیاج دارم. یه هفته وقت دارین یه لیست کامل از تمام انبارها به علاوه محلشون و تمام کسایی که از جاشون خبر دارن تهیه کنین و هیچ استثنایی هم ندارین. این پرونده رو لطفاً براش کنید هرچه سریع‌تر. نشونم بده. ما 47 دقیقه به عقب اومدیم. کاملا مشخصه که دوربینای مداربسته رو پیش بینی کرده بودن. اون ساعت‌های قبل از بمب‌گذاری کل لندن رو دور زده. حالا این اولین تصویر زاویه بسته یکی ازش داریم. ساعت 10:53 در جاده A413 نزدیک وندوور به سمت جنوب میره. از روی قاب موتور شماره سریال رو بازیابی کردیم. گزارش شده که موتور توی ریدینگ سرقت شده. پلاکم از روی موتور دیگه‌ای سرقت شده. تماس‌های تلفنی چطور؟ با فرض بر این که بمب وسیله تلفن فعال شده باشه از 5 برج نزدیک محل انفجار رو برداری کردیم. سعی داریم تا هر تماس تلفنی که هنگام حادثه بوده رو شناسایی کنیم. بله؟ با شما کار دارم. برملی هستم. اون دوباره اینجاست قربان. همون مرد چینی. چی؟ همون آقای چینی. تا حالا 5 روز پشت سر هم اومده. خدایا بهش بگو سرم شلوغه. گفتم. اونم گفت منتظر میمونه. دوباره بهتون اطمینان میدم که این تحقیقات اولویت اصلی ماست آقای کوهن و هر کاری که از دستمون برمیاد و انجام میدیم و تمام مدارک احتمالی رو پیگیری میکنیم تا قاتل دخترتون رو پیدا کنیم. ولی به این راحتی دون بتره نمیدن و یکم زمان میبره. ازتون میخوام که درک کنید. شما باید این آدم رو دستگیر کنیم فرمانده برملی. دوباره میگم اولویت اصلی ماست. $20,000 همش رو میدم تا فقط اسم بمب‌گذار رو داشته باشم. متاسفم ولی ما نمیتونیم قبولش کنیم. پس لطفاً بهم بگین فقط اسم یه نفر از IRA بهم بگین. گوش کنین، اینا تبهکارهایی هستن که به جنایتشون افتخار میکنن. هر گونه تلاش از جانب شما برای ارتباط باشون عاقبت بدی داره. این کار ماست نه شما. باید صبور باشید. چند وقته تو این کشور این آقای کوهن؟ از سال 1984 من تبعی بریتانیا هستم. شما در گوانژو چین متولد شدین؟ بله، من چینی نانگ هستم. بعد از جنگ تو سایگون کار کردم. به سنگاپور فرار کردیم. بعد به اینجا مهاجرت کردیم. قبل از فن دو تا دختر داشتیم. هر دوی اونا هنگام فرار کشته شدن. و همسرتون الان کجا؟ فوت کرده هنگام زایمان فهم. متاسفم بهتون تسلیت میگم ولی نباید هر روز بیان اینجا چون کمکی نمیکنه. بلکه فقط وقت و منابع تحقیقاتتون رو تلف میکنه. متوجه هستین که ماله متوجه. ممنونم که ملاقاتم کردین فرمانده برملی. پس از گذشت 3 هفته از تحقیقات تا اونجایی که مطلع هستم سرنخ‌های محکمه پسند زیادی وجود داره. مردم به دنبال اطمینان خاطر مجددن. یه سیاستمدار برجسته ممکنه جواب‌هایی داشته باشه که متأسفانه در مرکز هجمه‌ها قرار گرفته. حالا میریم سراغ مصاحبه‌ای که من کمی پیش در بلفاست با معاون نخست وزیر لیام هنسی داشتم.
جناب هنسی، شما الان این بمبگذاری ها رو محکوم کردین. با این حال به عنوان رهبر سابق شین فین و یکی از اعضای IRA چند سال پیش شما بخشی از یک حادثه مشابه به این بودین. تفاوت اساسی بین اقداماتی که اون موقع درگیر بودین و اتفاقاتی که اخیراً در لندن افتاده چیه؟ ما امید نداشتیم. فقط سالها انتقام جویی بود. باید اون چرخه رو میشکستیم. پس ما خودمون رو متعهد به مسیر سیاسی کردیم که بر چه درست کردن. پس اگه میگید امید، چرا این افراد IRA که از طرف مقامات شما بودن دوباره اقدام به بمبگذاری کردن؟ میتونم با قاطعیت تمام این اطمینان رو بدم پشت این قضیه IRA نیست که اونا با عزم راسخ سر قول و قرارشون ایستادن. دست از این رفتارات بردار، باید یه چیزی بخوری. میرم برات نودل بیارم. پس شما داریم میگین که این مشکل بیشتر از این که یه مشکل سیاسی باشه یه مشکل اقتصادیه. مردم دنبال سپر بلا هستن، دنبال یه راه گریز، و گاهی اوقات توسل به خشونت اونا رو بیشتر خوشحال میکنه تا اینکه وضعیت کانونی رو برگردونن. آماده امضای شماست، باید همین الان امضاش کنین. بفرمایید. آخرین واکنش های شبکه های اجتماعی چیه؟ مثل قبل، ترس و خشم. خشمگین از دست کی؟ از نخست وزیر تا پایین تر. خبرگزاری CNN و آیریش تایمز میخوان با اتون مصاحبه کنن. امشب بذارمشون یا فردا صبح؟ و تلفن دیگه چی؟ یکی پشت خط شماره دو منتظرتونه. منتظرمه؟ نیم ساعتی میشه. آقای کوئن از لندن، خیلی هم مصره. چی میخواد؟ دخترش توی بمبگذاری کشته شده. تمام تلاشمو کردم تا دلداریش بدم، اما اون فقط میخواد با شما صحبت کنه. شما رو توی تلویزیون دیده. خدایا بس. وظیفه شهروندی حکم میکنه که جوابش رو بدین. لیام هنسی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ های هنسی، ببین کی دخترم کشته. چی باعث شده شما فکر کنیم من میدونم قاتل دخترتون کیه؟ چونکه شما معاون نخست وزیر و عضو سابق IRA مشاور شین فین هستیم. واقعا به خاطر دخترتون بهتون تسلیت میگم آقای کوئن. من خودم هم یه دختر دارم و این اقدامات خشونت آمیز رو محکوم میکنم، اما نمیتونم کمکی کنم. پس خواهش میکنم اسم کسی رو که ممکن اسم بمبگذار رو بدونه بهم بگین، کسی که بتونم باش صحبت کنم. من هیچ ارتباطی با این جور آدم‌ها ندارم، معذرت میخوام. حرفتون رو باور نمیکنم آقای هنسی. شما آدم قدرتمندی هستین. خب، من برای دولت و مقامات منتخبمون کار میکنم، برای تروریستا کار نمیکنم. سیاست های IRA دو دوم متفاوته مارن، یعنی IRA و خود تروریست. دوم هر کدوم رو بگیری به یه مار میرسه. ولی کاملا به این بستگی داره که کدوم دوم رو میگیریم، و احتمال داره که خودتونم نیش بدی بخورین. دوباره بهتون تسلیت میگم آقای کوئن. روز خوش. کنی. تقصیر تو نبوده. من نامیدشون کردم. این چیه؟ رستوران دیگه برای تو. تو دوست خوبی برام بودی ایلام. دیگه این حرفو نزن. منو ببین. نمیرم خونه، شبو اینجا میمونم، روی مبل میخوابم و دوشنبه میبرمت که یه نفر رو ببینی، کسی که بتونه کمکت کنه. ولی دیگه کوئن. <تص->
کل شبو بهت زنگ زدم، کجا بودی؟ میخوای چی کار کنی؟ کی برمیگردی؟ مدارک مهمی هستن که امروز باید به دستمون برسن. بله، سعی میکنم روی فرستنده کار کنم، چون ظاهرا کار دیگه ای ازم ساخته نیست و برای خودم هم جای سواله و قطعا اون سرویسی که انتظار داشتم نیست. بله، 3-2-9-1-7-4 برای نوامبر. به سرپرستتون بگین بعدا تماس میگیرم. خدا نگهدار. بله، میتونم کمکی کنم؟ بی زحمت، میخوام باقی هنسی صحبت کنم. اسمتون چیه؟ ناک مین کوین. آه، شما همونی هستید که تماس میگیره؟ بله، خیلی تماس گرفتم. متاسفانه جناب معاون نخست وزیر سرشون شلوغه و نمیتونن شما رو ملاقات کنن. منتظر میمونم. نه، باید بریم. بهتر کاری که خانم گفت انجام بدیم. همش زنگ میزد و میخواست با لیام صحبت کنه، اصلا حرف حساب حلیش نمیشه. فقط قضاست. همین الان برو، قبل اینکه ببرنت. نه، منتظر میمونم. نه بابا، روی داری. یا ببینم. این همون مردی که از لندن باهاتون تماس میگرفت. یه چاقو همراه خودش داشت، یکی از اون مدلای ارتش سوئیس. خب ازش بگیرین. با وجود شما دوتا چقدر میتونه آسیب برسونه؟ ولش کنین. همونطور که قبلا توضیح دادم، من از هویت بمبگذارا اطلاعی ندارم. متوجه عصبانیت شما هستم، اما کار زیادی ازم بر نمیاد. به علاوه اینجا بودنتون خیلی خطرناکه. مردم بلفاست روی خوشی به اتهامات شما نشون نمیدن. اگه نمیدونین کیا هستن، ازتون خواهش میکنم که پیداشون کنیم. معاون نخست وزیر هنسی به هنسی آیاره خود افتخار. 30 که به آیاره وابستگی ندارم. وقتی هم که داشتم به شدت مخالف خشونت بودم. واسه کاری که کردم افتادم زندان و تقاصشم پس دادم. حالا به سیاست هر دو سمت خدمت میکنم. سعی میکنم مرهم زخما باشم و پلی بین مرزا. با شما همدردی میکنم، ولی کاری از دست من بر نمیاد. اگه همسر و دخترتون تو بمبگذاری کشته میشدن چطور؟ هر کاری که توانش داشتم انجام میدادم تا عدالت اجرا بشه. پس من شما رو انتخاب کردم برای هنسی. شما هم به هم میگین چه کسی دخترم رو کشته؟ دوباره میگم، نمیدونم. نظرتون عوض میشه. ممنون که منو ملاقات کردین آقای هنسی.
معذرت میخوام لیام، یهو غافلگیرم کرد. چیزی نیست پس، حالت خوبه؟ بگیرش بگیرش. مورفی با بچه ها برین ساختمونه برسیم. باشه باشه. خدایا نوشیدنی میل دارین بازراس؟ نه ممنونم. بگم اونم پرسیدن در مورد عامل احتمالی این کار وقت تلف کردنه. کسی به ذهنم نمیرسه. خب این اتفاق تقریبا چیزی شبیه هشداره. خوشبختانه یه بمب جدی نبود. اگه بود ما اینجا الان حرف نمیزدیم. هر موقع خواستید میتونید تماس بگیرید. حتما با دلایل غیر منتظره ای مواجه میشید. منم داستان نشست گازو به خورده رسانه ها میدم. منطقیه. خیلی ازتون ممنونم بازرس. الو؟ خودشه. اومدی دفترم و یه بمب کوفتی کار گذاشتی؟ نظرتون عوض شد؟ نظرم عوض بشه؟ بالا خونه رو اجاره دادی؟ روحت هم خبر نداره با کی در افتادی؟ حالا خودت میفهمی. اسامی رو بهم بدین. بهت میگم بیا رو در رو با هم ملاقات کنیم. قضیه رو فیصل مردی که عوضی تهدیدم که گوشیم قطع کرد. خیلی خوب، بیاین تمام هتل ها و مهمون خونه ها رو بررسی کنیم. پیدا کردنش سخت نیست. مردی که چیدی؟ امو لیان چه خبره؟ الان میام اونجا. سب کن تکون نخور. از جا تکون نخور منفجر میشه. همونجا که هستی باستا. ردیف سیم 6 متری به اون لامپ لحیم شده بود و با سر کبریت پوشونده شده بود. بهش قدرت بیشتری میده. لازم نمیشه ولی حرکت خوبیه. ساده، مؤثر و شناسایی آسون. پس اون فقط میخواسته که ببینمش. چون توی باک نبود پس عمل نمیکرد. میخواد بهت بگه که تو چنگالش اسیری. میکی پیداش کردیم. یه خوابگاه توی ولینگتون پارک. پیداش کردم. بگیریدش. از بلفاست بکشینش بیرون. تو دلشو خالی کنین که دیگه برنگرده. منتظرم بمونید. دارم میام. هلو. شنیدم توی دفترت بمب گذاشتن. نه چندان. تو توالت سالن بوده. یه مرد آسیایی 60 ساله که دلش پر بود. همه چی تحت مراقبته. چرا این کارو کرد؟
بچهش توی بمبگذاری بانک کشته شده. فکر میکنه من میدونم کار چی بوده. اون تنها کسی نیست که همچین نظری داره. خب افنامه ها به کجا رسیدن؟ موانع کم نداره. ولی اگه یه چیز به درد بخور به همون بدی، ممکنه اوضاع به نفع تو بشه. ممکنه یه مدرکی داشته باشم. پیگیرش میشم. امیدوارم که اوضاع خوب پیش بره. آدم های اینجا دنبال گناهکارن. بیشتر از این سگا رو نمیشه در بند نگه داشت. طبقه بالا سمت راست. بیار تا که پاسخ شما احمق و کور هستین. یه پیرمرد همه تونو به سخره گرفته و هنوز داره اون بیرون واسه خودش راه میره. محض رضای خدا شما چهار نفرین. چهار نفر میدش انداخته بودیم. یه هایی پرید روی سقف و عین یه میمون عوضی سر خود رفت پایین. اینجا چه خبره؟ چمدونتو ببن، میری به مزرعه. به جنب وسایلتو جمع کن. روبرای ایشان. سلام کرستی. برو اونجا منتظرتم. راحت باش، بیا تو یه نوشیدنی بخور. ندیده بودم چه دفتر بالی داری. ندیده بودی؟ بالاخره چشمون به جمالت روشن شد. خب اوضاع نیویورک چطور؟ خیلی هوا سرده. ببین مورفی منو در جریان گذاشته. راجب اون عوضی چینی. اون توی دفترم یه بمب منفجر کرد. یکم تو ماشینم کار گذاشت و دمار از روزگار میکی و جیمی در بارد. میخوای حسابشو برسم؟ نه، این مشکل کاوانه است. درباره بمب گذاری لندن به کمکت نیاز دارم. معلوم نشده پشت قضیه کیه؟ اصلا خب بیان که از این قضیه اصلا خوشحال نیستن. بیان خبر زن و بچه های مرده همه جا پخش شده. هر گونه جذب سرمایه‌ای غیر آره ممكن. قضیه ربطی به جذب سرمایه نداره شان. ازت میخوام که بری لندن و یکی رو ملاقات کنی. ریچارد براملی در اس او 15. چرا اس او 15؟ باید بدونی که بمبگذاری کار ما نیست و برای حل موضوع داریم سخت کار میکنیم، ولی به کمکش احتیاج داریم. چرا من؟ تو یه تکاور نشاندار در هنگ سلطنتی ایرلندی.
براملی همونقدر که به ما احترام میذاره برای تو هم احترام قائل. اگه کسی بویی ببره که ما داریم با بریتانیا یا صحبت میکنیم تا یکی از افراد خودمون رو تعقیب کنن، چه خودسرانه باشه چه نباشه، بهای سنگینی داره. پس میتونم روت حساب کنم شان. محتاط عمل کن. حتما. بفرم. خیلی ممنونم. دیر اومدی. درگیری مشکل اضطراری عجیب بودم که باید حل و فصلش میکردم. آقای موریسون. فرمانده براملی، ما مسئولش نیستیم. جدا؟ شواهد قانونی و استفاده از رمز شما چیز دیگه یا بیان میکنن؟ کار یگان خائنه. هنوز از هویتش اطلاع نداره. یعنی IRA هر کاری بخواد میکنه و شما هیچ اطلاعی ازشون نداره؟ بله همینطور. و سمتکس؟ قازه های ما رو غارت میکنه. همون قازه هایی که به خاطر پیمان صلح رها شده بودن؟ اسم رمزتون چطور؟ تحت حمایت یکی از افراد فرماندهیمون بودن. بلفاس یا دوگی؟ واضح بگین چی میخواین آقای موریسون. ما نقشه کشیدیم. با هر کدوم از افراد فرماندهی اسم رمز متفاوتی میدیم. وقتی ما میگذارا مسئولیت حمله بعدی رو برات گرفتن، شما میگین کدوم اسم رمز. بعدش میفهمیم که کی دستوراتو میده. دیگه چه کسی از این نقشه خبر داره؟ لیام هنسی. پس متوجه هستین که احتیاط حرف اول میزنه. فقط لیام از اسم رمزی که داده میشه باخره. پس هنسی شخصا برای از بین بردنشون با ما همکاری میکنه. یه گروه ها که خودسر. به هر حال افراد شما. یه شرط دارم. وقتی هنسی هویت بمبگذار رو فهمید به من میگه. اون وقت ما کارمون رو شروع میکنیم، نه شما. با سلام، نامش رو تمام. چند تا کیسه پلاستیکی توی اتاقش پیدا کردیم. فهمیدیم که اون یکم نیتروگلیسرین جوش آورده و با علفکش ترکیب کرده و بعد توی لوله‌های پلاستیکی جاسازیش کرده. چقدر میتونه آسیب بزنه؟ حدس میزنم 4 تا بمب درست کرده. هر کدومش برای یک کامیون کافی. خدای من. میدونه داره چیکار میکنه. نصف شهر رو دنبالش گشتم. وقتی به بلفاست بیاد پیداش میکنیم. اینجا جاتون امنه. آره. ولی زیاد مطمئن نباش.
خبر شده. زود باشید کنار. برید کنار تکون بخورید. باشید حرکت کن بخورید. بجنبین. باید آتیشو خاموش کنیم. بیاد دیگه. گفتم اینجا. دست بجنبونید. خاموشش کن. خدایا بنی آشانو در و داغ میشه. البته حالشون خوب میشه. افراد بیشتری از بلفاس بیار. اونو دست کم گرفتن. دیگه نباید همچین اتفاقی بیفته. یه هشداری دیگه است لیا. آره ولی چیزی نیست که از پسش بر نیام. اول بلفاس حالم اینجا. بگو چطوری از پس مشکلات برمیای؟ مشکل رو حل و فصل کردم. خونه روستاییمون رو نابود میکنه. دلیلش هم خدا میدونه. اون وقت اسم اینو میذاری یه مشکل کوچیک؟ خدای من بعضی وقتا چقدر خودخواه میشی. من میخوام برم لندن پیش کری بمونم. مطمئن نیستم فکر خوبی باشه. یادم نمیاد ازت اجازه خواسته باشم. احتمالش کمی که از آپارتمان دخترمون خبر داشته باشن. به علاوه اون دنبال توی نمه. خب نکته اینجاست که اگه اون از خونه روستایی خبر داره احتمال میدم که از آپارتمان کری هم با خبر باشه. ارزش ریسک کردن نداره. خب پس باید از پسش بر بیای همونطور که گفتی. یادم میاد زمانی اینجور مسائل رو به خوبی حل میکردی و همینطور چیزایی دیگر رو. ولی اون روزا مرده. یکم وزنش زیاده ولی نباید قابل توجه باشه. فقط دارم بهش یه سیم تکس و میکروچیپ و چند اینچ سیم اضافه میکنم. به نظر خوبه. بخش حساسش عبور از اسکنره. ولی یه راهی پیدا میکنم. اگه روشن بشه چی؟ عمر باتریش کم میشه اما مشکلی نیست. هنوز مسیر هواییشو انتخاب نکردم. هواپیما که توش ایرلندی باشه منفجر نمیکنه. بهترین گزینه ناوگان ملکه است. فقط یادم کله خر لازم داره. اسم رمز تغییر کرده. شده از امشب. ویراستار خبرین یه بیشیوره به تمام معنی است. قیمت یه جفت کفشش اندازه 800 مقاله نوشته نداری. کاملا با عقل جور در میاد. کی از یه جفت کفش نو خوشش نمیاد؟ امشب باید حسابی نوشیدنی بخوری. لطفا دوتا دیگه بیار. فکر نمی کنی خبرایی که داری می نویسی یکم بالاتر از خط قرمزه؟ اینا رو داری واسه کجا می نویسی؟ خب اگه پول بدم منم می نویسم. بهتر از اینه که تو محل بمب‌گذاری بشی. حالا تو چی کاری؟ تو بخش مدیریت مالی. اسمم مگی. ایان. خیلی خوب اگه نیاز بود بازم بهتون میگم بیاین. امروز 6 نفر دیگه دارم بلفاست میان. وقتی که برسم با شیفت شب یا جاشون عوض میکنیم. واسه محافظت از مزرعه کافیه. محافظت مشکلی نیست. کلن 20 نفر دو شیفته در حال کارن. خیلی خوب. امروز تو با مری به لندن میری. باشه حتما. اصلا نیازی به این کار نیست. ببرش با آپارتمان کری و بعد هر دوشونو به هتل. خودم میتونم ترتیبشو بدم. این باشه. این قضیه قابل بحث نیست. نیک پاک ماشین جگوارو پر میکنه. تو میری به ببرش بیمارستان. ماریو ببر فرودگاه. باشه. بمب نیترو مخفی شده با کنترل از راه دور. این داره از یه جای ما رو نگاه میکنه. میونه اون درخته ها. باید بریم اونجا. برو شان اک سوار شید. برو 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 برو. Thank you.
من میرم یه جای مرتفع. خدای من، یه پیر مرد هممون رو به بازی گرفته. یعنی اینقدر سخته، همیشه یه قدم از ما جلوتره. افراد بیشتری لازم داریم، حداقل 100 نفر دیگه لازم داریم، و اگه این کارو بکنیم کل بلفاست علیه ما میشن. یه ردگیر بیار، کسی که جنگل بشناسه و اونو تو بازی خودش شکست بده. برادرزادم؟ آره، اگه مشکلی باش نداری. How's Carrie? Where is she? Out. A wee bit early, but I'm nearly ready. Have you a restaurant in mind? Haven't given it much thought. So what urgency is bringing my nephew all the way to London? A few personal matters. I'm glad I made the list. I think that works. What do you think? لیام، به برومبلی بگو شرایطش رو قبول دارم. بهش میگم. اسم رمزا رو دادم، حالا باید منتظر بمونیم. کوهن دوباره بهمون حمله کرد، ماشین رو منفجر کرد، بیلیو فرستاد بیمارستان، کاوانا و بچه ها رفتن دنبالش. کوتوله لعنتی 3 تا از افرادم رو زخمی کرده. اگه باورت میشه تله میختار کار گذاشته. به نظرم طرف آموزش دیده، شاید جزو نیروهای ویژه باشه. آره، منم همین فکر میکنم. یه ردیاب میخوام. شان، میشه کمکمون کنی؟ با پرواز صبح بیام. آفرین به تو. Hey. How do you sound? Worried. He's got a lot going on. Well, if he doesn't find the bombers, the Accord's dead. And politically, so's he. Do you think he'll find them? Yeah, if there's another blast. The code word will lead us to who's running them. He's finished. A code word won't save him. What the council needs is new blood. Someone stronger like you. He's afraid to use his power. He's just a washed up old man trying to hold on to whatever he can. I've never forgiven him for my brother Patrick.
Liam found out who killed him. A UVF death squad. 4 men. I told Liam to kill them before they got to court, but he said no. That the time for revenge is past. So my Patrick is dead and buried, and they're sitting in jail now. All 4 of them taking classes at the Open University. It's not right. It's not. یومک گراز اینجاست. شنیدم داریز آقای مهمات منو بررسی میکنیم. داریم مال همه رو بررسی میکنیم. استثنایی نداریم. 4 تا کم اومده. 2 تاش برای تو بود. 10 کیلو سمتکس گم شده. محسر زای خدا داری چی کار میکنی؟ زاغای من ورود ممنون بود. با هم به توافق رسیدیم. خودت که توی جلسه بودی. اگه میدونستی کمه باید ترتیبشو میدادی. همشون مرتب بودن. شخصا بررسی کردم و این حقیقته. خدایا لیان شورا میدونستم تکس مال من بود؟ دیگه نمیدونیم به کی باید اعتماد کنیم. مگه نه؟ اعتماد یا ترس؟ در مورد تو ترس بیشتره. ساده و بیرام همونطور که پدرم یاد داد. ببین اگه کنترل اوضاع رو به دست بگیری اینجا ما هم یه فرصت داریم. لیان چینی یه مشکلی رو حل نمی‌کنه. بذار چند تا از محلی‌ها رو بفرستم برای شکارش. از چقدرش خبر داری؟ کلش. توی دفترت، مزرعه‌ات و ماشینت بمب‌گذاری شده. ماریو دخترت توی هتل تو لندن مخفی شدن. اوضاع بدجور خرابه. افرادت و UDF ازت ضعف احساس کردن. باید برگردی بلافاست و در جلوی همه مسئولیت رو به عهده بگیری. ببین من سیاستمدار نیستم. چی می‌خوای بگی؟ بمب‌گذاری. چند تا حرف تشویق کننده می‌تونه مقامات رو آروم کنه. تشویق کننده؟ اونا دارن شهروندان عادی رو میکشن. میدونم یه کمی زیاده روی کردن ولی کارمونو خیلی انداختن جلو. کار انگلیسی ها باید بگم تمومه. خدا گفتم چند تا هدف مالی رو بزنین. همین بود. گفتی کسی صدمه نمیبینه.
روی این توافق کردیم. تو بهم قول دادی و به خدا قسم بهش پایبند بودم. نمیدونم اونا کی هستن، حتی نمیدونم کی داره اونا رو کنترل میکنه و بایدم همینطور باشه، چون اگه اوضاع درست پیش نره راحت میتونن ردشون تا خودمون بگیرن. اشتباه پیش بره، نقشمون این نبود. میخواستم اینطوری افرادمون رو پس بگیرم. تو و من کل زندگیمون رو صرف کردیم تا تو هیچ اهمیتی به اون آدما نمیدی. تو یه بمبگذاری میخواستی تا تو انتخابات خودتو بکشی بالا و ضعف خودتو از دید رده بالاها پنهان کنی. خب حدس بزن چیه؟ توی میدون جنگ نقشه‌های لعنتی هم عوض میشن. حالا وقتی که به اون پسرا میخواستی شلیک کنی پشتت ایستادم. M62 شهر اولدرشاد مونت باتن. اون موقع دنبال تشکیل کردن اوزا بودی. اون کاملا روزا خیلی وقت تموم شدن. چند ماه پیش اینا رو تو نمیگفتی. من شنیدم که لیام پیر مردیه که با یه نقشه خوب برگشته. تو که فراموش نکردی برای چی میجنگیم، درسته؟ وفاداری من رو زیر سوال میبری. خودم برادر زنم رو دفع کردم. قبل اون پدرم و دوتا از پسرم و هم رو دفع کردم. ما با هم خون دادیم تا ایلند رو یک پارچه کنیم، نه این که ازش سود ببریم. پس دیگه به خودت جرأت اینو نده که ازم بپرسی برای چه هدفی داری میجنگیم. کسی که این وسط داره سود میکنه اون تویی. توی خونه شیکت نشستی و با انگلیسی ها داری گل میگی و گل میشنوی. تو اون لیامی نیستی که زمانی میشنفت. لیام قدیمی رو میخوای؟ آره قصاب باکساید، این چیزیه که میخوای. پس اینو تو گوشت فرو کن. میری اون عوضی ها رو پیدا و قضیه رو تموم میکنی، یا به خدا قسم همه تون رو خاک میکنم. درسته، بسیار خوب، میرم. اگه نیازم داشتی تو مزرعه خودم و ترتیب اون مشکل شورا رو بده. ما که نمیخوایم اونا برداشته اشتباهی از سمتکس ها بکنن. میخوای؟ تو یا هیچ کدوم از افراد میدونن که مری تو لندنه؟ نه، به جز مارفی کسی نمیدونه. مک‌گراس میدونه کجاست؟ میخوام بدونم چطوری. عجب روزیه چارلی، عجب روزی. زود باش بیا بریم. زود باش چارلی، پاشو دیگه. چارلی، سگ منو کشتی. حال سگ خوبه، فقط خوابیده. بگی بشین. جریقه انفجاری پوشیدم. اگه کسی بیاد داخل منفجر میشه و هر دومون میمیریم. حالا اسامی رو بده. اونا ادعا کردن که جزء IRA‌ن، ولی واقعا نمیدونم که کی هستن. دارم هر کاری میکنم تا بفهمم کی مسئول این کار. تو داری دروغ میگی. کی دختر من؟ واقعا نمیتونم، متاسفم. مواد منفجره که بمبگذارا استفاده کردن سمتکس اش بود. آره، چیزی از سمتکس میدونی؟ سمتکس اش رو میشناسم. زمان جنگ جمهوری چک برای ویتکونگ میساخت. برای بمبگذاری خوبه. تو ویتنام؟ آره. خیلی از آمریکایی‌ها با سمتکس اچ کشته شدن. حالا IRA باش دختر من کشت و اینه که زور داره. من سابقه تو رو خوندم. ما هر دو میدونیم جنگ چطوریه. هر دو سعی کردیم پشت سر بذاریمش. من و تو مثل همین. ما مثل هم نیستیم. تو هیچ چی نیستی. تو زن و بچه های من کشتی. از خدا بگو. قسم نمیدونم. سب کن. واسه بمبگذاری بعدیشون یه تله گذاشتم. وقتی مسئولیت بمبگذاری بعدی رو به عهده بگیرن، اون از یه اسم رمز استفاده بکنن تا به پلیس بگن اعضای IRA هستن. من اسم رمز رو عوض کردم، پس وقتی ازش استفاده کنن متوجه میشیم. یه
یه روز فرصت داری. خب اگه تا موقع بمبی منفجر نکردن چی؟ 24 ساعت. دفعه اول متوجه نشدیم، ولی یه پیکربندی دوباره با رپتور انجام دادیم و ساختار و مشکلات عکس ها ظاهر شد. حالا پشت دستشو ببین، انگار جای سوختگی یا مادرزادیه. الان داریم باهاش مطابقت میدیم، یکم زیاد زمان میبره ولی پیداش میکنیم. زود باش بادو نشون بود. بخشان ممنون که اومدی. حالت خوبه؟ خب بهتر از این روزا داشتیم. یه بمبگذاری دیگه شده. آره تازه شنیدم. آره یه اتوبوس تو لندن. برومدی زنگ زد؟ نه هنوز زنگ نزده. مگراز با چند تا محلی داره میاد، بهت کمک میکنم. نه نیازی ندارم، خودم ترتیبشو میدم. آفرین. اونا تماس گرفتن، برای اسم رمزو نگفتن. چه خبر شده؟ شاید کار اونا نبوده. به نشریه مسموتی زنگ زده، یه مرد با لهجه ایلندی گفته دیگه خبری از همکاری با انگلیس و همینطور اسم رمز نیست. دقیقا میدونست چه اتوبوسی و چقدر مواد منفجره کار گذاشته شده و دوباره سمتکس های شما شناسایی شده. یا یکی حرفی زده و بهشون اخطار داده یا تو داری منو بازی میدی. فقط دو نفر خبر داشتن که چه اتفاقی قراره بیفته، خودم و موریسون. گفتم که به یکی تون نمیشه اعتماد کرد. یه شماره بده که بتونم هر موقع خواستم با تماس بگیرم. همون لحظه که چیزی دستگیرم شد بهت خبر میدم. بهتره زود پیداش کنی، وگرنه ضربه‌ای میخوری که قبلا اینشو ندیدی. حالا دیگه نوبت اتوبوس شد. 16 کشته و دو برابر زخمی داده. متاسفم. یه نقشه داشتم اون حرومزاده ها رو بگیرم، نقشه کار نکرد. الان از خیابون داونینگ اومدم. نخست وزیر افرو قبول کرد، ولی به شرطی که فوراً بمب‌گذارا رو تحویل. و چطور قراره این کارو بکنم؟ یه راهی پیدا کن. نمیدونم. برنامه اینه که تا 48 ساعت دیگه چسب بازار رو بفرستیم تو خیابون. خب بلفاست به جوش میاد. دقیقاً اون چیزی که بمب‌گذارا میخوان رو بهشون میدی. خب دیگه از دست من خارجه. وقتی چیزی پیدا کردی خبرم کن. دارم واسه کنفرانس فردا میرم رو. خطم همیشه بازه. زنگ بزن. اوضاع لندن چطوره؟ مری حالش خوبه؟ شما گفتین حواسم بهش باشه و مطمئن بشم اونو کری جاشون امنه. تو لابی هتلش موندم و کسایی که می اومدن و می رفتن و زیر نظر گرفتم. اصلا نمی دونست من اونجا تا اینکه برادرزادتون اومد. دو ساعت توی اتاقش موند. اون دو ساعت تو اتاق مری بود؟ بله. بعد از این که رفت مری اومد پایین، با تلفن لابی به هیو مک‌گراس زنگ زد. آه.
تموم شد. هیچ جورا نمیتونن بفهمن که تغییر داده شده مگه اینکه قطعاتشو واکنن. چه باحاله. چطوری منفجر میشه؟ با یه ساعت درونی. وقتی زمان پروازو بدونم بهش میدم. فردا توی روم یه کنفرانس امنیتی برگزار میشه. همه نخست وزیرا با محافظینشون فردا ساعت 3 با پرواز میرن اونجا. عالیه. آدممون چی؟ سارا الان تایید کرد اونم میره. بعد ما جای سوختگی رو توی دیتابیسمون جستجو کردیم. یه مطابقت کامل با پاتریک اورایلی 29 ساله از بلافست پیدا شد. اورایلی 3 سال پیش یه پرونده خشونت داشته. 2 ماه در زندان هاید بنک بوده. مشخصات اورلیو در دیتابیس شناسایی چهره وارد کردیم. یه چیزی پیدا شد. این فیلم 4 هفته پیشه که مظنون با یکی دیگه از اعضای IRA در کافه توی دوبلین هستن. یه محل شناخته شده برای دیدارهای اعضا که سالهاست تحت نظر داریمش. و اون دوتای دیگه که باشن؟ می‌خواستم بگم اون و یک زن و تازه در محل انفجار اتوبوس شناسایی کردیم. بله. جاسوس هیو مگرازه. شنیدی چی گفتم هرسی؟ حالا از این قضیه مطمئنی؟ کاملا. ما بمبگذار نایتس بریج رو با نام پاتریک اورایلی از بلافست شناسایی کردیم. 3 هفته پیش آقای اورایلی با هیو مگراز در کافه دوبلین با هم دیگه دیده شدن. الان مگراز و اورایلی کجا هم؟ اورایلی رو نمیشناسم. مگراز هم ندیدم. پس بذار کمکت کنم. جی پی اس گوشیش میگه در 12 متری جنوبی تو. دارم میبینم که با یه ماشین داره میاد سمت تو. بیا بهم چرت و پرت تعبیر نده. یه هلیکوپتر نیروی هوایی با یه تیم 12 نفره الان حرکت کرد. تا نیم ساعت دیگه میشینه تو مزرعه تا اونا دستگیر کنه. نیازی نیست بهت بگم چطور قراره پیش بره و یا اینکه رابطه گرم و صمیمیت چطور به هم میخوره. باید بگم این دفعه برای همیشه. یا به روش خودت سوال پیچش کن و چیزی که نیاز دارم رو بگیر. اسم و محل همشونو. حداقل اینجوری خودت رو نجات میدی. اگه این کارو بکنی منم به اونا میگم برگرد. جیم افراد مگراز رو برای تعقیب بفرست. ببین شاید شان به کمک نیاز داره. موبایلتو بده من. موبایلتو بده من. بشین روی صندلی عوضی. آخه محض رضای خود اتوبوس لندنی حتی یه خبر ندادی. 16 کشته. از پشت بهم خلچر زدی و اجازه را انداختن این حمام خونو دادی تا دوباره جنگتو به دست بیاری. نقشه اصلی اصلا به درد نمیخوره. این یه بمبگذاری ساده نبود. تو گفتی بهشون ضربه بزن. ما هم ضربه زدیم. زنه و بچه ها نمیتونی جلوی خودتو بگیری. هرگز نمیتونستی. خب دیگه تموم شد. اسامی، اسمای مستعار و مکانشون. میدونی که نمیتونم این کارو بکنم. این تاسه اولیش بود. حالا بنویس. خدا کنه با چیزایی که میدونم یکی باشن. به خدا قسم تیکه تیکت میکنم. ازم سوء استفاده کردی. تو دنبال عفو به خاطر منفعت سیاسی خودت بودی. تو مایه ننگ و هدف و آرمانمون هستی. 4 مرد و یه زن. مگیدان؟ آره. تو اینطوری صداش میزنی؟ اسم واقعیش سارا مکایزه. برای تو کار میکنه؟ زدی تو خود. نظارت و موازنه. یه سیاست بیمه‌ای واسه زمانیه که عقلتو از دست بدی که الان دادی. حالا اگه پسرا رو بگیرن اون مستقیم پای تو رو میکشه وسط. حالا خوشت اومد که خوردی ها؟ تا 20 دقیقه دیگه S15 میاد تا تو رو بازداشت کنه. هر دو میدونیم که این اتفاق نمیفته. تو منو به انگلیسی ها لو دادی. آره تو حرومزاده آدم فروش. تو خودت لو دادی. اونا فیلم تو رو با پاتریک اورایلی در یه کافه گرفتن و اونو به عنوان بمبگذار نایس بریج شناسایی کردن و به لطف جی پی اس موبایلت تا اینجا ردتو زدن. تمام قوانین رو شکستی هیو و الان باید مثل 30 سال پیش گنگکاریای تو رو پاک کنم.
حرف آخر همسرم. اون چی؟ خاطر برادرش ازت متنفره، با من تماس گرفت. آره، من بهش کمک کردم و اونم به من کمک کرد. بله براملی، اسامی برات گرفتم. شیت، ام لیزم گوت گو. Did you come? I'm not a 3-second wonder like you. Shirt, I'll be a 2-second wonder. You're gonna have to get used to it. Practice, practice, practice. نزدیکشم. مکراز اعتراف کرد. کل عملیات برای اون بود. اسامی بمبگذارا و محلشون رو گرفتم. برات میفرستمش و شاید نیازت شد. کسی که دختر کوهن رو کشته پاتریک اورایلیه. یه علامت سوختگی رو دست راستش داره. به هر حال شان، الان باید ماجرا رو تمومش کنیم. میشنوی؟ فهمیدم. چون هنوز زنده ای؟ اسامی رو میخوای؟ توی گوشیمه. پیام آخر، رمزش هم 7741. 5 تا اسم و محلشون هم تو لندنه. قتل دخترت کار اورایلی بود. یه علامت سوختگی هم رو دستشه. توی ارتش جنگیدی؟ عراق، هنگ سلطنتی ایرلند. تو ماموریت تو نیروی پیشه. تو کاتولیک هستی و برای انگلیس جنگیدی. چرا؟ من برای هنگم جنگیدم. توی جنگ دین و مذهب اهمیتی نداره. ما همه مثل هم بودیم. همین. خانواده داری؟
یه برادر دارم. بقیه خانوادم فوت کردم. بیا داخل. بشین شام. آره به نظر رفته بودی جنگ. آره کوهن غافل گیرم کرد، اسامی رو بهش دادم و سالمو گرفت و خودمو ول کرد. وقتی بمب‌گذارا زنگ زدن تا مسئولیت اتوبوس رو به عهده بگیرن، از اسم رمز استفاده نکردن، چون یه نفر بهشون خبر داده بود. فقط دو نفر دلیل عوض شدن رمزا رو میدونستن، تو و من. لیام قسم میخورم به کسی چیزی نگفتم، با بروملی حرف زدم، فقط همین. اگه بهت بگم به مورفی گفته بودم توی لندن بمونه و مراقب مری باشه، تو از گوشت و خون منی. بیام خیلی متاسفم. من دلم نمیخواد بدونم اونجا چه اتفاقی افتاد. فقط میخوام بدونم وقتی زنموی عزیزت پیشت بود درباره چیا حرف زدیم؟ بهت گفت با مکراز و بمب‌گذارا در ارتباطه؟ نه هرگز. واسه خاطر داداشش ناراحت بود و درباره همینم حرف زد. وقتی من تو درباره اسم رمز حرف میزدیم ازشون سوال پرسید، ولی هرگز با مکراز حرفی نزد. پس میتونه سر پشت تلفن شنیده باشه. نه بعد از تماسمون بود که درباره اسم رمز حرف زد، فکر میکرد به درد نمیخوره. پس حرفشو پیش کشید؟ خب آره فکر کنم، نمیدونم. آره کلکباز خوبیه. اصلا اون به بمب‌گذارا گفته؟ اون به مکراز گفت، مکراز به اونا. دوستای نزدیکی بودن. گولت زد و ازت اطلاعاتو گرفتن، ازت سوء استفاده کرد. خفه شو. اون خوک و تو خوکیونی چالش کنین. بعدش یه کار آخری برات دارم و وقتی کارت تموم شد برگرد به نیویورک پسر جان. بفهم قابلی هم نداشت. زیرو آلفا دو هستم، اکوبان داره به سمت خونه هدف میره. زیرو هستم، اکوبان داره به سمت خونه هدف میره. دریافت شد. اکوبان وارد خونه هدف و از دیدم خارج شد. زیرو اکوبان وارد خونه هدف و از دیدت خارج شد. دریافت شد. واقعا خدا رو شکر. سیرا وقتی اکوان وارد خونه شد تایید کنید. سیرا دو دریافت شد. سیرا سه دریافت شد. ایکس ری یک توی بالکن. اکوان نزدیک در جلوی میشه. چطور پیش رفت؟ انجام شد. دید دارم ایکس رای وان و اکوبان اتاقو ترک کردن. بقیه یه ایکس رای هم همونجا. زیرو آلفا دو هستم، یک کوه ناشناس به همراه دو بچه وارد خونه هدف میشه. دریافت شد.
لخمه یه کثافتی بود. بعد انجام میشد. مجبور شدم باهاش درگیر بشم. ببین میدونم چی کشیدی باشه. واقعا دریس؟ واقعا میدونی؟ پس توی عملیات بعدی لطفا با رئیس پلیس سرشاخ شو باشه؟ میرم دوش بگیرم. بعدی داره وارد اتاق نشیمن میشه. تمام اکسرایا تو اتاق نشیمن هست. تمام افراد به موقعیت نهاییشون برن. ریها و اکا همه توی اتاق نشیمن هستن. دیدمون از دست دادیم. اکا وان پرده رو کشید. فاکس یک کنترل اوضاع با توه. دریافت شد. صبر کنید. صبر کنید. صبر کن. صبر کن. صبر کن. وایسا. زیرا گزارش بدید چی شده؟ دو نفر ناشناس جلوی در انصاب میکنی. شرمنده مزاحم شدم. یه نشتی گاز توی ساختمون داریم. مأمور گاز برای بازبینی باید وارد ساختمون بشه. گاز ما نشتی نداره. مشکلی نداریم. بازم باید تموم ساختمون رو ببینه. زیاد طول نمیکشه. این خیلی ضروریه. عرض کردم خیلی ضروریه آقای آبتون. طبق قانون اجازه دارم از کلید خودم استفاده کنم. خیلی خوب. بگه یه لحظه سب کنید. وقتی کاره تموم شد بیا پایین که بریم آپارتمان بعد. متشکرم. کارم خیلی زود تموم میکنم. از این طرف میتونم آب گرم کنم ببینم لطفا؟ میشه کیفتون رو بذارین روی میز؟ بازش کن. جای خودتون بمونید.
تمامی واحدها برید. اکسرایا کشته شدن. اکو چی شد؟ زنده است، تحت کنترل. نقشه اصلی ماله کی بود؟ به تو هیچ ربطی نداره. این چیه ها؟ بمب بعدی تونه؟ گفتم به تو ربطی نداره آشغال. حرف بزن عوضی آشغال. منفجر میشه، وقت کافی برای فرود نداره. چی؟ هواپیما؟ کدوم هواپیما؟ زود باش بگو. گفتم کدوم هواپیما؟ زودتر آمادش کنین. اینجوری کار بهتر پیش میره. من سوال میپرسم، تو جواب میدی. درسته، پرواز 136 به روم. نام مسافر ایان وود. بام توی لپتاپشه. دقیقاً ساعت 3 قرار منفجر میشه. مسافرین محترم لطفاً توجه کنید. پرواز 136 به روم تا اطلاعی سنم تأخیر داره. بابت این تأخیر عذرخواهی میکنیم. تکرار میکنم. پرواز 136 به روم تأخیر داره. ایان بود اینجاست. ایان بود. ایان بود کجاست؟ کسی اینجا اسمش ایان بوده؟ ایان بود. خیلی عذر میخوام. چه خبر شده؟ دارن دنبال یکی به اسم ایان وود میگردن. چی؟ ایان وود که منم. ایان وود منم. ببینم اون لپتاپ مال توه. برید کنار. چی شده؟ برید کنار. بخوابید زمین. بخوابید روی زمین. همه برید کنار. بخوابید زمین. برید کنار. برید کنار. برید کنار. نقطه گفت یه مامور گاز ما اصله هم کرده، طرف چینی بوده، شروع کرده به کشتن همه به جز دختره و بعدش راهشو کشیده و رفته. گفت طرف چینی بوده؟ درسته، تقریبا 60 ساله. الان خبر رسید که بمب خونسا شده. کارتون خوب بود، شکار روباه تموم شد. اثری باقی نمونه. دریافت شد. برومی صحبت میکنه. میخوام همه محدوده شهر از واپینگ های تا خیابون A1203 ایست بازرسی بزنیم. مزنون یه مرد آسیایی 60 ساله، قد 170، وزن 70 کیلوه. اسمش نوکمین کوئره. مزنون مسلح و توی نیروی ویژه آمریکا آموزش دیده. پس میخوام خیلی احتیاط کنیم. من توی پروازی بودم که میخواستم منفجرش کنن. به خاطر اطلاعات تونستیم جلوشونو بگیریم. میخواستم شخصا ازت تشکر کنم. خدا رو شکر که حالت خوبه. بمبگذارها از بین رفتن، حتی سارا مکای، همونی که تو بهش میگفتی. مگی اون بمبو به یه خبرنگار که قرار بود تو هواپیمای من باشه داده بود. همینطور مسئول بمبگذاری اتوبوس بود و مستقیما به تو وصل بود. و مکراس، ما لیست تماس های شما رو از مزرعه و خونه هاتون داریم.
دقیقاً 250 محل که با فعالیت‌هاتون مطابقت داره. کاترین با نخست وزیر صحبت کردم. موافقت کرد که فعلا توی موقعیتت بمونی. دارم ترتیب افنامه 5 فراری رو میدم که یکیشون برادرزادته. ولی خطایی از سر نزنه، الان دیگه مال مایی. من میگم بپر، تو میگی کجا؟ با پرواز بعدی میای به لندن. فردا از SO15 به من هر چی که میدونی میگی. هر چی که هست. چطوری پیدام کردی؟ همونطور که گفتم اسامیو بهت دادم. این زن بمب‌گذار بود. تو دروغ گفتی. تو نقشه همه چیز رو ریخته بودی. اگه برات مهمه، هیچ وقت قصد نداشتم به دخترت صدمه بزنم و یا هیچ کدوم از اون آدم ها. بفرستش. زود باش. حالا تو اینترنته عکس تو و اون دختر، کل دنیا فهمیدن که تو تروریست هستی. خدا نگهدار آقای هنسی. لندمن هستم قربان. باید بگم که ردشو زدیم. کجا؟ رستوران تابوس خوشحال برگشته. یه تیم بفرستم؟ نه، فکر کنم به این مرد بده کاریم. فعلا کاری نکن، فقط مشاهده و گزارش. بله قربان. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی دیبا مووی مراجعه فرمایید.
We'll be right back.